به نام خداوند بخشنده مهربان. و اوست که از آسمان آبی نازل می نماید تا هر نباتی به وسیله آن برویانیم و سبزه ها را از زمین بیرون بیاوریم و دانه های روی هم چیده شده پدید آوریم. بذر مهمترین و اساسی ترین بخش گیاه است که در بازسازی، حفظ و انتقال مواد ژنتیکی گیاه و همچنین مکانیزم‌های تراکنش، تکثیر و بقای گیاه در شرایط سخت نقش مهمی دارد. قسمت اعظم غذای انسان امروزی از طریق بذرها تامین می‌شود. افزون بر این، بذر دارای مصارف متعدد دارویی، صنعتی و تجاری است و نتیجه اینکه بذر محصولی استراتژیک بوده و با تأمین امنیت غذایی، دارویی و صنعتی کشور رابطه ای مستقیم دارد. یکی از راه‌های اساسی و حتی میتوان گفت تنها راه تأمین غذای جمعیت جهان، افزایش بهره‌وری از اراضی کشاورزی است. اهمیت بذر در کشاورزی زمانی مشخص می شود که کارشناسان طی گزارشی اعلام می کنند که برای تأمین نیاز غذایی بشر تا سال 2050 تنها استفاده از بذرهای اصلاح شده می تواند پاسخگو باشد و بذرهای اصلاح شده در انحصار کشورهای محدودی است که دیده می شود تحقیقات برای حفظ و بهبود ذخایر ژنتیکی در این کشورها به صورت سری پیگیری شده و این بذرهای تولیدی به جهت حفظ انحصار اعتبار یک ساله دارند و نمی توان از آنها بذرگیری نمود. حال با توجه به این موارد حتی ممکن است مناسبات سیاسی بین المللی را تحت شعاع قرار دهد و چه تضمینی وجود دارد فردا با تحریم بذرهای وارداتی یا ارائه گونه های بیمار و آلوده اصل و پایه تمامی صنعت کشاورزی ما را هدف قرار ندهد؟ آیا تضمینی وجود دارد؟ با توجه به این موضوع که کارشناسان جهاد کشاورزی می گویند نزدیک به 90% بذر سبزی و سیفیجات مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می شود و مابقی بذر تولید شده در کشور نیز هنوز به استانداردهای مطلوب دنیا نرسیده، کشاورز ما چه راه حلی برایش باقی می ماند جز آن که از بذرهای وارداتی استفاده نماید، زیرا به بذر با کیفیت و بومی سازی شده دسترسی ندارد؟ چرا وقتی امکانات، کادر تخصصی و انگیزه تولید انواع بذر در کشور وجود دارد، از آن حمایت نشود؟ باور کنیم، هر گونه غفلت و کندی برای تولید و تأمین بذر در کشور عزیزمان ایران ما را با چالش‌های سخت مواجه خواهد نمود. اما ناگفته پیداست، استقلال ما در تولید و تأمین انواع بذر مصرفی انقلابی واقعی در کشاورزی ما خواهد بود. فرصت امروز را دریابید. مهمترین و شاید عمده‌ترین مشکل کشاورزای سیفی و سبزیکار ما تأمین بذر هستش که تقریبا چیزی حدود بیش از 90% بذر سبزی و سیفی کشور کلن وارداتیه. بعض بذوری هم که وارداتی نباشه تولید داخل باشه اونا تقریبا عملکرد پایینی دارن و به صرفه نیستن، توجیه هم به هر حال ندارن، هرچند که ما به هر حال خیلی از کشاورزامون به علت عدم دسترسی شاید به همین بذرهای جدید و بذرهای پربازده و با پتانسیل و عملکرد بالا دسترسی ندارن، مجبورن به ناشار همون بذور قدیمی و بذوری که عملکرد ضعیف و پایینی دارن به هر حال استفاده کنن. توی این مستند می‌خوایم بذر رو مورد بررسی قرار بدیم.
توی بحث غلات مثل گندم و جو کشاورز ما توی تهیه‌بذر مشکلی نداره، اما توی بحث سبزی و سیفی به خاطر وارداتی بودنش یک مقدار مشکلاتی وجود داره. میخواییم بریم یه چند استان رو از کشورمون سر بزنیم، با ما همراه باشید. الان به سمت استان آذربایجان میریم. باران با لطافت و طراوت و زیباییش زندگی و امید می آفریند. باران احیاگر زمین و سرچشمه اصلی آبهای جاری و رودها و دریاچه هاست. پس از سالها تلاش و برنامه‌ریزی و صرف هزینه های بسیار، با کمک کارشناسان طرح‌های زیادی آماده شد تا دریاچه ارومیه حیات دوباره یابد. و به حمدالله که اینک این دریاچه که نقطه امید و علاقه همه مردمان ایران زمین و خطه غیور مردان آذربایجان است، جان تازه‌ای گرفته و لبخندهای رضایت بر لبها نشانده. اما آیا این لبخندها تداوم خواهند یافت؟ اولین و مهمترین پروژه‌ای که داره در کشاور در واقع در ارومیه و اراضی حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق میفته، پروژه کشاورزی حفاظتی است که ما به روش کشاورزی حفاظتی کار بکنیم. و چند تا زیر پروژه دیگه هم هست که استفاده از بذرهای زود بازده با عملکرد بالا، تغییر فصول کش علل خصوص کشت چغندرهای تابستانه به پاییز، استفاده از نشا برای کشت‌های سبزی و سیفی، استفاده از آبیاری‌های سیستم‌های آبیاری تحت فشار علل خصوص، استفاده از آبیاری تیب. مسئولان جهاد کشاورزی منطقه طرحی نو در انداختند و با ارائه کشت جایگزین و آموزش کشاورزان حالا در زمین‌های کشاورزی منطقه هویج کاشته می‌شود، به گونه‌ای که زود بازده و پرمحصول است. بیش از 2000 خانوار روستای قره‌چوبق با کاشت هویج و گونه‌های مشابه ارتضا می‌کنند. مسئله ای که مطرح استش اینه که دولت و مجلس تصمیم میگیرند برای حمایت از تولید کننده، برای حمایت از مصرف کننده، برای غلبه بر رکود تورمی و رسیدن کالای ارزان به دست مصرف کننده حقیقی، با ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی رو وارد بکنن. اما چه اتفاقی میفته؟ تمامی سود سرشار حاصل از واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی سرازیر میشه به جیب واسطه گران و دلالان، انحصار ایجاد میشه. کشاورز بنابی الان داره با قیمتی بالغ بر 60 یا 70 درصد بیشتر از قیمت واقعی این بذر تهیه میکنه و عملا سود سرشار از واردات سرازیر میشه به جیب واسطه گر و دلال. اینجا قره‌چوبق یکی از بزرگترین روستاهای استان آذربایجان شرقیه که کارشون تقریبا 100% کشاورزیه. به خاطر احیای دریاچه ارومیه، هدف ما حفظ دریاچه است، از آب کم استفاده کنیم، به خاطر اون هویج میکاریم. اصل نسب شغلی ما پیازکار بودیم. این روستا اومدن مهندسی جهاد کشاورزی امور آب که ما در بحران آبی قرار گرفتیم، جایگزین کشت واسه ما ارائه دادن. از جمله ما این هویج انتخاب کردیم که مناسب زمین های ماست، هم کم بود آبی ما جبران میشه، از لحاظ اقتصادی هم تقریبا مساوی میشه. حالا من کشاورز نتونم نیازم رو برطرف کنم، شاید دوباره برگردم به همون مورد یا همون رقمی خاصی که به زیان منطقه است. من چند تا سوال از آقای وزیر کشاورزی دارم. آقای وزیر کشاورزی، خبر دارید بذر سیفیجات چند میرسه دست مردم اینجا؟ آقای وزیر، خبر دارید اینا که با ارز دولتی بذرها را وارد میکنن چند میفروشن به کشاورزای ما؟ الان بازار سیاه برای خودشون درست کردن. ما اینجا گرفتاریم، شوراهامون رو اینجا جمع کردیم واسه کاری که کشاورز میکنه، محصولی که با زحمت و مشکت در میاره،
به قیمتی که به بازار میرسونه عرضه و تقاضا زیاد شده. بعض هویج ما که اینجا نمیتونیم به سادگی به راحتی به دست بیاریم مشکلات و مشکل برخورد کردیم. امسال با دو برابر شدن، سه برابر شدن بعض هویج مشکل پیدا کردیم. حالا که الان شروع کاشت این بذر شده، ما نمیتونیم این بذر هویج رو تهیه کنیم. به واسطه هزار تا پارتی دوست فلان از بازار سیاه کیلوی 3600 تومان بذر هویج خریدم. در جلسه‌ای که در شورای اسلامی برگزار شد، کشاورزی بود خدا گواه داشت اینجا با گریه و زاری التماس میکرد، میگفت ما شما را به عنوان وکیل خودمون انتخاب کردید، برید از بالا دستای خودون حق ما را بگیرید. قسم قرآن میخورد من علنگوی دخترم را بریدم، بردم فروختم، بذر تهیه کرد. بذر هویجی که سال گذشته 1,300,000 تا 400,000 تومان بود، چی شد الان 3,400,500,600,000 تومان فروخته میشه. ما شکایت کردیم، رفتیم اداره بازرگانی شکایت کردیم، به زهات کشاورزی نامه زدیم، به فرماندار نامه زدیم، اینا ضعف 24 ساعت 700,000 تومان قیمت پایین آوردن. تو این منطقه بالای 2 تن، به میزان 2 تن تو این منطقه بعض هویج فروخته شده. ما با تفاوت این که در عرض یه هفته قیمتش حدوداً 700,000 تومان اومده پایین تر، میدونی چند میلیارد تومان میشه؟ طی شکایتی که ما انجام داده بودیم خواستار این شدن که شما شکایتتون از ما پس بگیرید، ما این بذر رو بیاریم توضیح کنیم. تا موقعی شما شکایتتون از ما پس نگیرید نمیتونیم ما این بذر رو تو بازار توضیح کنیم. همین چه قیمت رو پایین آوردن، یکم سر صدا خوابید، کلنم بذر رو دم کردن، زیرزمینی دارن بازار سیاه توضیح میکنن. ما سوالی داشتیم، آقای این بذری که با کل نهادهای کشاورزی با ارز دولتی وارد کشور شده، چرا با چندین واسه به دست ما میرسه؟ از نماینده مربوطه فاکتور خواستن که آقا این فاکتور رو بیارد ببینیم این بذر چجوری وارد کشور کردید. در صورتی که از نهادهای بذر کشاورزی با ارز دولتی وارد کشور شده بودن، آقایی که نماینده این شهرستان بود هیچ موقع نتونست یه فاکتوری ارائه بده که من با این فاکتور اینو خریدم به مردم تحویل دادم. اما واسطه ها و دست های پنهان باز هم حیات دریاچه ارومیه و معیشت کشاورزان منطقه را هدف گرفتند. آنها معیشت و اقتصاد و حیات دیگر کشاورزان کشور را هم به عنوان اهداف پنهان آینده در نظر گرفتند. این داستان بذر است. مشکلات کشاورزای شهرستان بناب آذربایجان رو با هم دیگه دیدیم. محصول معرفی شده علاوه بر این که بار زیاد میده، زودرس هم هست و وارد فصل تابستون که گرما بیشتره نمیشه. اقتصاد حدود 20 روستا وابسته به این محصول شده الان، ولی عملا توی تهیه بذر میبینیم که چه مشکلاتی هست. میریم به سمت استان لرستان که مشکلات کشاورزهای اونجا رو هم ببینیم و بشنیم. انحصار طلبی و حضور ظالمانه دلال‌ها و فشاری که اینها ایجاد کردن متاسفانه منجر به این شده که در استان لرستان، خصوصا در شهرستان ازنا، کشاورز ما مجبور باشه که 500-600 کیلومتر رو به شهر دسفور مراجعت بکنه، خطرات جاده‌ای، هزینه‌ها و همه این مسائل رو به جان بخره برای تهیه بذر. چرا نباید نمایندگی مستقیم در استان خود ما و در شهرستان های خود ما وجود داشته باشه؟ از قدیم ایام بدبختی دوش کشاورز بوده، الان هم هست. بعض والا گرونه، خیلی قیمتش بالا، نمیتونیم تهیه کنیم. پارسال بعض بوده قوتی 500 تومان، الان همون رفته 2 تومن 3 تومن. ای من بعض از خودستان بخرم 2 تومن، تا بیاد اینجا دست منو بگیره، دست دله میشه 2500. الان چون مرقم دولت تصمیم میگیره بعض رو میره، میگه آقا این بعض رو بکار، خریدارش هم خودم هم. ولی هویجو نه، هویجو باید بری تهیه کنی، آیا بعض رسی بهت بدن، آیا بعض تقلیوی بهت بدن با قیمت های سرسام آورد. دولت هم هیچ کمکی به کشاورز نمی کنه، هیچ امکاناتی به کشاورز نمیده. کشاورز باید همه چین آزاد بخره، بعض رو باید بره دلال کیلو خداتمن بگیره، سهم رو باید بره دلال بگیره، کود باید بره دلال بگیره. بعض والا قاعدتا باید از الگودرز بگیریم که نیست، اصلا بعض ندارم بعض فروشی ها.
خوزستان اونم کلن انبارش کردن، دپوش کردن، بعد هم دست بردن توش، تقلبیش کردن، بعد اصلی رو میارن، این مداری هم تقلب قاطیش میکنن میدن دست مردم، اونم با قیمت دوبله سوبله بالا. بعضی که الان مثلا کیلوی 3 میلیون 4 میلیون باید زمانه داره که بس صبرش یا نه برای فروش هم بادم چنین مشکلی هست. اصلا علیگدر هم پیدا نمیشه، نه تر علیگدر، استان لرستان پیدا نمیشه چنین وضعی. بچه ازنا هم هویجکار، شغل پدرم کشاورز، الان اومدم که هویج بکاریم امسال. هرچی میگردیم در نمایندگی هر جا میگردیم برز گیرمون نمیاد، بعد الان اومدیم برز تهیه کنیم میگم بری دسبول. میخوام بدونم که چرا بذری که من کشاورز دولت یارانشه بهم داده باید شرکت وارد کننده بذر ای یارانه من بخوره؟ ما از این دلار 4200 کشاورزی منطقه آیا سهمی داره، حقی داره؟ اگه حقی دارین چرا از اینجا تا دسبول بریم؟ بیشترین هویج منطقه رو از نمیکاره، هیچ وقت هم برز توش نیست. دلال خوزستان عمده بذر احتکار کرده، انبار کرده. من چون شغلمون اینه آخر سر مجبوریم به قیمت بالاتر اگر چه شده به هر طریق شده اینه تهیهش کنیم. بنده الان امروز وقتی میخوام بذر تهیه کنم و 10 هکتار زمین بدم به غیر بومی اجاره که اندازه 2 هکتار بذر گیرم بیام. الان بذری که شرکت اعلامش کرده به یه قیمت به خصوصی، الان من باید برم 2 برابر قیمت از شهرستان دسول بگیرم بیارمش. بعدش هم میگن همینی که هست هست، نمیخوام مثلا فاکتورم بهم نمیدن که من بتونم رو فاکتورم اقدام میکنم. اصلا شاید بعض تقلبی به من دادم. پولمون هم بعد 3 ماه جلوتر بریزیم حساب کشاورز دسپول، اونجا کشت بکاره، درآمد در بیاره که میخواد 2 کیلو بعض بره برای بنده. این مشکل ما مردم ازنا که این بذر هویجی که الان فصل کشت تو ازنا ولی خوزستان فصلش نیست، چجوری بذر منطقه ما باید را خوزستان؟ ما باید خطرات جادن تحمل کنیم، متقبل بشیم، هزینه را بدیم، حالا خدا نکرده تصادفی مشکلات جاده‌ای برامون پیش بیاد. چرا اینجا نباید داشته باشه؟ شغل پدریمون کشاورز، اما کشاورز من کشاورز هم نکنیم بعد بریم کارگری سر میدون. من فکر میکنم که این از حقوق اولیه هر کشاورزی باشه که بتواند بذر رو با ارزان‌ترین قیمت تهیه بکنه، در نزدیکی محل سکونتش تهیه بکنه که در نهایت بتواند محصول رو با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار بده. مستظری 25 قلم کالای اساسی دارن ارز 4200 میگیرن دولتی. 17 18 قلمش تو حوزه کشاورزی تعریف شده که بذرم هست. تا اونجا که من اطلاع دارم بذر چغندر از طریق سندیکاها تامین میشه و توسط کارخانجاتی که قرارداد میبندن با کشاورزان بذر و وارداتی رو دستش میرسونن، بر اساس قرارداد سطح زیرکشتش رو میبینن و بنابراین قرار دست مصرف کننده اصلی بر اساس تو حوزه چغندر. تو حوزه سبزی سفید دارن، چون سابقه نداشتیم ما بذر سبزی سفید رو شبکه‌ای با این شیوه تامین بکنیم، اگر سیاستی هست آقایان تولیدادگاهی باید خودشون مسائل رو با ذکر برنامه و سطح زیرکشت و سیستمی که نظارت و توزیع بتونه مثل چغندر انجام بده براش تعریف کنن و پاسخ خوب کم بود و نیازش باشه. در مورد بعض که شاید عمده ترین و در واقع مهمترین مشکل کشاورزه و شاید ما هم دغدغه ما هم هستش، بعض هستش که در اختیار ما نیستش و به هر حال بیشتر بعضی که هم به هر حال عرض کردم که وارداتی هستش، من نمیدونم به هر حال دولت قطع به یقین و چیزی که عیان هستش دولت حمایت میکنه، با ارز دولتی واردات انجام میشه، ولی اینکه دولت بیاد حالا وزارتخونه ما منظورم هستش که مشخص کنه برای ما که سهمیه بذر شما از این بذور وارداتی مثلا حالا فرض کن هویج یا نمیدونم گوجه یا نمیدونم حالا سایر محصولات بجز حالا داریم بعضی محصولات هم داریم مثلا سیب زمینی یه مقداری به هر حال بذر وارداتی رو به عنوان آزمایشی هم که شده به ما میدن برای تست بعضی یه مقداری کمک میکنن، ولی بعضی بذور رو واقعا به قول ما اصلا ورودشون به استان اطلاعی نداریم یا در اختیار ما نیست که اصلا نظارت کنیم قیمتش چقدره، با چه ارزی وارد میشه، ارز آزاد، ارز دولتی نیست. سال گذشته ما هویج به حدود 1500 هکتار سطح زیر کشت داشتیم، تقریبا هلوش 4 تن ما نیاز بذریمون بوده، یا خیاری که حدود 1800 هکتار ما سطح زیر کشتمون بوده هلوش 3 تن نیاز بذریمون بوده. این بذر تامین شده، به هر حال کشاورزا تامین کردن خودشون از طریق به هر حال از کجا، حالا من نمیدونم بازار آزاد تامین کردن هر فروشگاه مجاز که مجاز توزیع بذر، ولی اینی که با چه نرخی و با چه قیمتی به هر حال اینا خریداری کردن قطعا متفاوت هست
هستش و بعضی مواقع ما دیدم پرسیده مال کشاورز خود ما هم رصد میکنیم بعضی ارقام مثلا به چهت و کیلوی 4-5 تومن هم میرسه و این واقعا اون هزینه ایه که یا اون برحال خسارت بالایی که کشاورز ما متحمل میشه و برحال ممکنه بعضی موقع تا توجیه اقتصادی هم براش نداشته باشه. تا الان متاسفانه در خصوص توزیع بذور هویج در شهرستان سهمیه به این حقیر اختصاص داده نشده است، به خاطر اینکه شرایط بسیار بسیار سختی شرکت ها میذارن، مخصوصا شرایط کودی باشون گذاشتن شرکت های مختلف. متاسفانه کشاورزان مجبورن برای تهیه بذورشون برن شهرهای همجوار و استانهای همجوار تهیه کنم با قیمتهای گزاف. این جانب با دو تن از دوستان ما طبق ظرفیت و پتانسیلی که در استان لرستان وجود داشت این مجموعه رو تشکیل دادیم و در استان لرستان سرمایه‌گذاری کردیم که با حداقل واسطه بعض در اختیار کشاورزان عزیز استان لرستانی قرار بدیم. ما از طریق پرسنل محترم جهاد کشاورزی به شرکت‌های واردکننده معرفی شدیم و به مقدار محدودی بعض در اختیار ما قرار دادن که اینو به صورت عادلانه بین کشاورزان استان لرستانی توزیع کردیم. بعد سری بعد ما برای خرید بعضمون زمانی که مراجعه کردیم اجبار کالا برامون گذاشتن که این اجبار کالا باعث میشد که توان خرید کشاورز رو پایین بیاره. یکی از عواملی که باعث میشه محصولات قیمتش بالا بره که نمونهش هویج و پیاز و خیار و اینا هستن، یکی از عواملاش اینه که هزینه تولید ما بالا رفته. این اجبار کالا یعنی که بابت هر 100 میلیونی من 50 میلیون تومان کود اجباری خرید کنم که این خلاف قانونه و من دوست ندارم این اجبار کالا از طرف من به کشاورز تحمیل بشه و این کار رو انجام ندادیم و چون این کار رو انجام ندادیم سهمیه ما قطع شد و ما بیکار شدیم. درد دل کشاورزهای لرستانی رو با هم شنیدیم. متاسفانه تحمیل یک فاصله چندین کیلومتری استان همجوار برای تهیه بذر و از یک طرف هم قیمت‌های نامتعارف. میریم به سمت استان خوزستان شهرستان دسفول یه گفتگو با کشاورزها داشته باشیم و به بازار دسفول هم یک سر بزنیم ببینیم اونجا به چه صورت. از اینه بعض کود اینا خیلی بالا سم 10,000 تومانی شده 150,000 تومان. هزینه بذرم الان 1.5 من کاشتم 22 پاکت برده ضرب داره 1.200 گان میشه تقریبا 26,400,000 تا 500 تومان. آیا تیرهای مسموم و پنهان احتکارگران و سودجویان بر قلب معیشت و زندگی دیگر کشاورزان هم خواهد نشست؟ میگن قیمت توزیعی شرکت 2 میلیون به همراه 1 میلیون تقویتی کنارش که داره قالب میکنه الان تو بازار تو هلوش داره بین 3 و 300، 3 و 400، 3 و 500 تو نرخ الان بازار داد و ستد میشه. تو قالب میکنی یعنی چی؟ یعنی آقا یه جنس رو میده میگه اینم زوری باید ببری همراهش. نه میگه چی؟ اون جنسی که باید ببری کنارش. والا یه سری کودای تقویتیه که اصلا کیفیت هم نداره. ما خودمونم وجدانی اگر بگیریم به کشاورز نمیدیم، وجدانمون قبول نمیکنه. یه سری بذرهای گمنام تاریخ پایینه که اصلا تست نشده، نمیشه آدم همچین ریسکی کنه بخواد بده دست کشاورز. معمولا مثلا به بعضی شرکت ها که بذرهاشون تاپن اکثرا به افراد خاص میاد، بحث اینا نیست، دست نماینده میدن، نمیدونم هر رقم میتونه میچرخونه. یه نتری پیش صحبت کنی گفت که مثلا اگر مثال زنم 50 میلیون مخی جنس نامت 25 میلیون به کیلو تقویتی بری. ایسو گفتم یه صحبتی کنید بدون کود تقویتی نتردامو
قانون خود شرکت یعنی وعده که مثلا 100 کیلو جنس که ببری 50 کیلو خودم وعدم شه. آه شرکت من چا. آقا نمیشه عادلانه رفتار کرد با این زوری که تو اگر به شما چیزی تحمیل کردن تو میتونی عادلانه کار کنی باش. خب دیگه این چیز تحمیلیه. تو تحمیل عدالتی وجود نداره که دنبالش باشی. چه عدالتیه؟ آقا دو تا به جنس دیگه تا من داره جنس آشغال میبره. یا باید وجدانتو بذاری زیر پاد اون جنس آشغاله رو بدی به کشاورز یا نه باید حذفش کنی سوده رو بکشی روش. این برد و پارسا دو تومن خریده امسال 3 و 4 امسال میگه باید سم کود رو در کنارش برداری. حتما میگیم 100 کیلو هم میگه ندارم. میگه حتما باید 20 کیلو 30 کیلو خرید کنی سم هم در کنارش کود هم در کنارش با کیفیت پایی خودت خرید کنی. دیروز کردستان داشتم، همدان داشتم، شیراز داشتم، ازنا، علی گودرز، الشتر، کل کشور دارن میان اینجا. دیگه اینجا شده بورس بحث. اهل منطقه خوزستان داریم، از مناطق دسمود داریم، اهواز و شوش هم اندیمش داریم، استان لرستان هم داریم، از بلدختر و خورم آباد و استان ایلام، کرمانشاه، همه جا میان، دشت عباس. درسته. بعد اینا میان خورد خورد خرید میکنن یا کلی خرید میکنن؟ نه خورد خوردن کشاورزن. اینا تخلفاتی که در این حوزه اتفاق افتاده چیه؟ پرسش ما اینه که چرا سازمان حمایت از مصرف کننده برای این کالا و این بذر قیمت مصوب ندارد؟ چرا به شکل مستقیم بین وارد کننده و کشاورز ارتباطی برقرار نیست و سود حاصله به جیب کی داره واریز میشه؟ کشاورزای بنابی در عرض یک روز اعتراض 700 هزار تومان در هر کیلو قیمت ای بذر پایین میارن. خب چه اتفاقی در پیشه؟ چرا باید در کنار ای کالا خرید اجباری صورت بگیره علارغم اینکه ما مصوبه داریم در سازمان حمایت از مصرف کننده که به هیچ عنوان در کنار بذر و هر کالای اساسی دیگری ما حق نداریم کالای اجباری به کشاورز بفروشیم، اما عملا این اتفاق داره میفته. راهکار چیه؟ راهکار اینه که ما با نظارت صحیح و دقیق دست واسطه‌گر و دلال رو این وسط قطع بکنیم، بین وارد کننده و تولید کننده و مصرف کننده یک ارتباط حقیقی برقرار بکنیم که متاسفانه این اتفاق نمیفته، چون نظارت صحیح وجود نداره، چون سازوکارهای قانونی متناسب با این امر وجود نداره. مسئله معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف کنن، این مهمترین کار امروز اولویت اینه، چون دشمن روی این متمرکز است. معیشت طبقات ضعیف، مشکلاتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشت پیش میاد، این جزو اساسی ترین کارهاست برای مسئولان کشور، مسئولان دولتی، عمدتاً مسئولان دولتی. این مهمترین کارهاست. ممکنه منابع داخلی کم باشد، اما انسان مشاهده میکنه که در درون کشور افرادی هستند، جریاناتی هستند که این منابع را ظالمانه میبلعند. این دلال بازی ها، این انحصار طلبی هایی که در زمینه مسائل مادی در تجارت و غیره وجود دارد، اینا مانع پیشرفت کشور ما. هی تاکید میکنیم به تولید داخلی، فلان دلال واردات چی چون برخلاف منافعشه میره از طرق مختلف کارشکنی میکنه، انسان میبینه به نتیجه نمیرسد. داستان بذر، این قصه پرغصه چه سرانجامی خواهد یافته؟ کشاورز لرستانی چگونه باید به فکر معیشتش باشد؟ آیا باز هم برای تکیه بذر باید کیلومترها پی کند؟